سلام، محمد لامعی هستم، نوازنده، تنظیم کننده و مدرس گیتار. خوشحالم که امروزم در خدمت شما عزیزان هستم. رسیدیم به روز پایانی و روز دهم مجموعه آموزش یادگیری نوتای گیتار. امیدوارم که تا اینجای کار رو خوب پیش اومده باشیم و نوتا رو یاد گرفته باشیم. امروز میرسیم به مهمترین جلسه که میخوام به شما گام سر دسته رو یاد بدم و میشه در حقیقت نتیجه گیری این 10 روز ما و زحمت هایی که کشیدید. امیدوارم که این جلسه رو هم به خوبی انجام بدید و نوت‌های گیتار رو به راحتی یاد بگیرید و بتونید آهنگ‌ها رو بزنید و از نوازندگی گیتار لذت ببرید. خب همینجور که میدونید هر هفته من ویدیوهای آموزشی برای شما در کانال قرار میدم و آهنگ‌های اجرا می‌کنم. خوشحال میشم اگر ویدیوهای من براتون مفید هست و آهنگ‌ها رو دوست دارید، کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید و در یوتیوب با من همراه باشین. بریم برسیم به بحث امروزمون که گام سردسته هست و خب همونجور که بهشون گفتم خیلی بحث مهمی هستش و قبل از اینکه بخوام این گام رو به شما بگم، نکته‌ای که میخوام به شما بگم اینه که شما تو این لولی که الان قرار دارین، مهمترین کاری که از این به بعد انجام خواهید داد در تمرین‌های روزانه‌تون و باید حتما یه بخشی از تمرین روزانتون اختصاص بدید به اون، اجرای گام سردسته و این جلسه هستش و این جلسه دهم شما حتما همیشه باید اجرا بکنید. هر وقتی که میخواین گیتار دستتون بگیریم و شروع بکنید، حتما اولین کاری که انجام بدید اجرای این گام هستش و این کاری که امروز میخوام به شما یاد بدم. پس میتونم به شما بگم که این مهمترین کاری هستش که فعلا شما باید برای رشد خودتون توی نوازندگی انجام بدید و با تکرار این جلسه هستش که شما میتونید سطح نوازندگی خودتون رو ارتقا بدید. خب بریم برسیم به گام سردسته و نکاتی که رو داره من به شما بگم. خب ببینید همونجور که شما روی تصویرم دارید میبینید، گام سردسته ما از این نوت می ما سیم 6 ما شروع میشه تا نوت سل سیم 1مون میاد و برمیگرده به همون نوت می. در حقیقت از این نوت می تا این سل زده میشه، تمام نوت ها رو اجرا میکنیم، همه نوت هایی که یاد گرفتید و تمام نوت ها روی 6 تا سیم داخل این گام به ترتیب زده میشه تا این سل ما میایم و برمیگردیم. نکته که توی این گام هست، همونجور که میدونید به شما گفتم که هر گامی تو بحث ویدیو گام ها به شما گفتم که از اکتاف های مختلفی شکل میگیره. اکتاف هم هر نوتی که 8 رو میشمردیم میرفتیم جلو میشد 1 اکتاف. این الان ببینیم که این گام سردسته چند تا اکتافه به نظر شما. یه نوت می اینجا ما داریم تا این می سیم 4 می تا می میشه 1 اکتاف، از می سیم 4 تا می سیم 1 هم میشه 1 اکتاف. در حقیقت این گام 2 اکتاف و 2 تا نوت فا و سل هم هست، پس 2 اکتاف و 2 نوت میشه رنج این گام که ما داریم میزنیم و اجرا میکنیم. از این نوت می میرسیم به این نوت می، از این نوت می میرسیم به می سیم 1، فا و سل هم میزنیم و بر میگردیم. یک گام 2 اکتاف و 2 نوته هستش رنج و گستره این گام سردسته که شما قراره اجرا بکنید. حالا نکته مهم از لحاظ تکنیکی این گام، اولا اینکه بحث فشار و رهاسازی رو حتما رعایت بکنید. ویدیو فشار و رهاسازی رو من به شما خیلی تاکید کردم، همیشه ببینید و انجام بدید، اینجا خیلی مهمه. دقیقاً پشت فرت بگیرید، دقیقاً پشت فرت، میلیمتری پشت فرت باید گرفته شه، یکم حتی وسط، یکم عقب‌تر قبول نیست، باید دقیقاً پشت فرت بگیرید شما. اگر انگشتاتون فعلا باز نمیشه، میتونید انگشت 1 رو بذارین، وردارین، بعد انگشت 3 رو بذارید، یا انگشت 2 و 3 تون اگر باز نمیشه کامل که پشت فرت باشه، 2 رو بذارین، وردارین، بعد بیاین انگشت 3 رو بزنین. اما به مرور زمان سعی کنید که نوت ها رو دیگه نگه دارید و وقتی نوت بعدی رو گذاشتید نوت قبلی رو وردارید. پس این نکته تکنیکی شد. وقتی میایین سیمای بالا، همونجور که بهتون قبلا گفتم، کف دستتون بساز نچسبه، انگشت شستتون پشت در دستی ساز، وسط دستی ساز قرار بگیره و همونجوری هم که به شما گفتم فرم دستتون رو رعایت کنید. راجع به دست راستتون هم همونجور که به شما گفتم خیلی مهم است که آی او ام بزنید، ضربه آزاد اجرا بکنید. اینجا دیگه ما با پی ضربه نمیزنیم سیم‌های فلزی و همه سیم‌ها رو شما با آی او ام میزنید، میرید تا پایین و برمیگردید. نکته مهم اینه که بعد از اینکه با آی او ام اجرا کردید، حتما چون به شما گفتم دائم این تمرین رو روزانه تکرار بکنید، با انگوش گذاری های دیگه با M و A و I و A هم بزنید. یک بار ضربه آزاد بزنید، من تو ویدیو ضربه آزاد تکیهی به شما یاد دادم، حتما ویدیو رو هم ببینید.
یه بار ضربات آزاد و تیراندو استفاده کنید، یه بار ضربات آپراندو استفاده کنید تکیه‌ای. توی ویدیو به شما توضیح دادم، ویدیو مربوط به ضربه زدن. دائم اینها رو تغییر بدید و بزنید، حتی با خود پی هم گامو بزنید، برید با تمام ترکیبایی که میتونید هی روی این کار کنید. حالا نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که شما بعد از اینکه یه مدت این گام رو بزنید مسلماً حفظ خواهید شد و میتونید حفظی اجرا بکنید، بزنید. خیلی هم خوب هست برای هماهنگی دستای شما، زدن گام به صورت حفظی هم خوبه. اما یادتون نره که ما اینجا بیشتر داریم بحث یادگیری نوت‌ها و سایت ریدینگ رو انجام میدیم، پس حواستون به نوت‌ها باشه، چشمتون به نوت‌ها باشه. حتی اگر جاشون رو حفظ شدید، حفظی نزنید، از روی نوت اجرا بکنید. این نگاه به نوت هست که سایت ریدینگ شما، دشیفر شما و نوت‌خوانی شما رو افزایش میده. میتونید تمرینتون رو دو بخش کنید، یه بخشی رو حفظی بزنید و سعی کنید فقط کار تکنیکی انجام بدید، انگشتای شما فرز بشه و قوی بشه، حالا با انگشت گذاری مختلف. یه نصف تمرینتون که به نظر من خیلی هم مهمتر هست، اختصاص بدید که با سرعت پایین اجرا بکنید و نگاهتون به نوت‌ها باشه، اسم نوت‌ها رو بگید و جایگاه نوت‌ها روی خطوط حامل رو چک بکنید و دائم تو ذهنتون تکرار بکنید. خب حالا میپردازیم به اجرای این گام، با هم بریم بزنیم ببینیم به چه شکل هست. اسم نوت یادتون نره، ضربه پا هم فراموش نکنین. چهار ضرب میشمارم با هم دیگه اجرا میکنیم. یک، دو، سه، چهار با آی و ام. سعی کنید حتما آیوم شما کاملا درست باشه و انگشت گذاری های شما تو دست راستتون کاملا درست باشه. این برم به شما گفتم دقیقا پشت فرد حالت دستتون درست باشه، اندازه تکنیکی و اجرا بکنید. پس ما از می زدیم به سول رسیدیم و برگشتیم. این میشه کل گام سر دسته ما که شما میتونید، به شما گفتم، هم حفظی اجرا بکنید با انگوش گذاری های مختلف دست راست و با تکنیک درست دست چپ، فشار و رهاسازی، بحث استرچ و کشش که به شما قبلا همه اینا رو یاد دادم، و یک بخش از تمرینتون هم که با سرعت آهسته تر برای اینکه اسم نوت ها رو بگید و جایگاه نوت ها رو تو ذهنتون بیارید. یه وقته آدم میخواد بزنه دقت کنید، مثلا همینجور با خودتون میگید می فا سو لا سی دو ره، مثلا چشتون هم به نوت هست. این کافی نیست، ما باید جایگاه نوتا روی خطوط حامل آنالیز کنید. با خودتون بگید می زیر خط سوم، فا روی خط سوم، سول زیر خط دوم اضافه، لا روی خط دوم، سی زیر خط یک اضافه، دو روی خط اضافه اول، ری زیر خط یک حامل، می روی خط یک حامل، فا بین خط یک و دو، سول روی خط دوم، لا بین خط دو و سه. اینو باید دائم با خودتون تکرار بکنید و در حقیقت این تکراره هست که باعث میشه شما جایگاه نوتا رو خوب یاد بگیرید. امیدوارم که این مجموعه رو کامل شما کار بکنید و تا اینجای کار خوب اومده باشین جلو و بتونید که تمام نوتای گیتار رو یاد بگیرید، رنج رو یاد بگیرید و این گام هم اجرا بکنید. امیدوارم که این مجموعه برای شما مفید بوده باشه. من سعی کردم که توی این 10 روز و 10 جلسه تمام نکات مربوط به نوتا در راجب نوتا به صورت ساده برای شما بگم و به صورتی که خیلی راحت بتونید نوتا رو یاد بگیریم و اجرا بکنیم. امیدوارم که این مجموعه برای شما مفید بوده باشه و این 10 تا ویدیو رو من برای شما توی یه پلیلیست جدایی قرار میدم که بتونید با تکرار این 10 تا ویدیو به راحتی نوتا رو یاد بگیریم و از تکرار اونها همیشه بتونید که بحث نوت خوانی و ریتم خودتون رو ارتقا بدیم و بحث سایت ریدینگ شما توی نوازندگی بهتر و بهتر بشه. برای شما عزیزان بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم که ویدیوهای من برای شما مفید بوده باشه و خوشحال میشم که کانال منو در یوتیوب سابسکرایب بکنید. برای شما بهترین ها رو آرزو دارم.